بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دانش آموزای عزیز، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین. خاطره شجاعی هستم، مدرس مضمون کیمیا در بخش کیمیای صنف 12 با شما زان همکار هستم. دانش آموزای عزیز، ما در جلسه گذشته روی موضوعات پلی‌ساکاراید گپ زدیم. پلی‌ساکاراید ها را شناختیم، در مورد خواص پلی‌ساکاراید ها فهمیدیم، خواص عمومی پلی‌ساکاراید را فهمیدیم و همچنان در مورد نشایسته که از جمله قندهای پلی‌ساکاراید ها بود و در مورد نشایسته سلولوز معلومات حاصل کردیم و انشالله که ازش بتانین در زندگی روزمرتان استفاده بکنین. موضوعاتی را که امروز روی بحث میکنیم یا امروز میخواییم که در مورد صحبت بکنیم در مورد پروتین ها، امینی اسید ها، نامگذاری امینی اسید ها است. خب دانش آموزای عزیز، پروتین ها چی است؟ پروتین ها نوعی از پلیمر های طبیعی است که 15% کتله بدن انسان ها را تشکیل داده و در بدن انسان وظایف خیلی زیاد را انجام میده. پروتین ها جزء اساسی مواد غذایی است و اکثر مواد غذایی مانند گوشت سرخ یا گوشت سرخی، سبزیجات، حبوبات مثل نخود، لوبیا شامل پروتین هاست یا غنی از پروتین هاست که پروتین ها در ترکیبش وجود داره. پروتین ها از لحاظ شکل به دو بخش تقسیم میشه. یک پروتین های کروی عبارت از پروتین های است که شکل کروی دارد و در مایات و خون بیشتر وجود دارد و باعث انتقال اکسیژن، شحمیات و دیگر مواد های مثل منرال هایی که در بدن انسان ها خیلی ضرور است انتقال میده و از یک جا به محل دیگه میبرش و در عملیه میتابولیزم خیلی سهم داره، یعنی موادی که باعث پارچه شدن مواد غذایی میشه در این عملیه هم سهم میگیره، مثلا پپسین، انسولین، هموگلوبین و غیره از پروتین ها تشکیل شده است. شکل دوم پروتین ها، پروتین های رشتوی است. عبارت از پروتین های است که ساختمان رشتوی دارد، در آب غیر منحل است، یعنی ما نمیتونیم اون را در آب حل بکنیم و جزء اساسی انساج پوست میباشه، یعنی در پوست بدن بیشتر وجود داره. پروتین های مواد غذایی در عضویت بدن و سیستم هاضمه، در سیستم هاضمه او را به اجزای کوچکتر تقسیم میکنه، یعنی به امینی اسید ها پارچش میکنه و این امینی اسید ها در حجرات دوباره به پروتین های ضروری که در بدن وجود داره تبدیل میشه. امینو اسید ها، یعنی موضوع دوم ما روی امینو اسید هاست که ما باید امینو اسید ها را بشناسیم. اگر یک یا چند اتم هیدروژن مولکول های کاربوسیکلیک اسید ها به امین تعویض شود یا به گروپ امین ها تعویض شود، امینو اسید مربوطه حاصل میگردد. به طور مثال شما در قسمت ببینید، در قسمت یک امینو اسید است، ما به جای یک هیدروژن از ایتانویک اسید گروپ امین نصب کردیم. شما در این قسمت خیلی واضح میبینین گروپ کاربوکسل است، کاربون در رابطه با اکسیژن، رابطه گروپ کاربوکسل و این طرفش هم کاربون است با گروپ امین. پس در این قسمت شما میتونین یک امینو اسید را ببینین که هم گروپ کاربوکسل داره و هم گروپ امین داره، یست کاربوکسل و امین که در نتیجه امینو اسید ها ازش تشکیل میشه. نامگذاری امینی اسید ها چگونه است؟ اگر چند بیوشیمی دانان که از امینی اسید ها را یک نام مروجه برش تعیین کرده که او اصطلاح به نام ترایول یاد میکنه، مثلا مرکبی که به جای یک هیدروژن ایتانویگ اسید گروپ امین نصب شده باشد به نام گلایسین یاد میکنه و مرکب پروپانویگ اسیدی که به جای یک هیدروژنش گروپ امین نصب شده باشد ایره به نام الانین یاد میکنه. اما باز هم میتونیم که امینی اسید ها را به طریق سیستماتیک یا بین المللی هم نام بمانیم که همین نام گذاری اینا را ما روی تخته به شکل خوبتر کار میکنیم. خب اگر به طریق معمولی ما اینا را نام گذاری بکنیم، شما متوجه باشین مرکبی که بود CH3 رابطه COOH چون دو تا کربن داشت ما را به نام ایتانویگ اسید یاد میکردیم. حالا به جای یک هیدروژنش یعنی CH2 به جای یک هیدروژنش گروپ امین نصب شوه، این مرکب به زبان به طریقه نامگذاری ساده یا معمولی یا انشقاقی یا هم به طریقه ترایول ما نام از این میمانیم گلایسین، گلای
سن. و اگر داشته باشیم CH3 رابطه CH2 به جای یک هایدروژنش اینجا ما نصب بکنیم گروپ امینه رابطه COOH. نام از این مرکبه به طریقه معمولی ما برام الانین یاد میکنیم، الانین. خب این طریقه مراجعه طریقه سادهش است یا به زبانی ساده میتونیم که از این نام ها برش استفاده بکنیم. اما به طریقه سیستماتیک یا به طریقه بین المللی ما چه قسم نامگذاری میکنیم؟ میگیریم اول نامگذاری میکنیم. نامگذاری از سمت شروع میشه که گروپ کاربوکسل دوستم نزدیک باشه. مثلا در اینجا گروپ کاربوکسل است، کاربون از یک، یک کاربون میشه دو. در قسمت اول نامی کاربونی را، شماره کاربونی را ذکر میکنیم که گروپ امین رویش نصب است، بعدش کلمه امینو و در آخر تعداد کاربون با پسوند اویک اسید ختمش میکنیم یا او آی سی و اسید در آخرش ذکر میکنیم. اینجا نوشته میکنیم دو خط دش، دو تا کاربون داریم، این میشه دو ایتانویک اسید، چون امین داریم پس ما اینجا اول نوشته میکنیم دو امینو ایتانویک اسید، ایتانویک اسید. این مرکب خود را هم ما به مو شکل نامگذاری میکنیم. اول میگیریم شماره گذاری میکنیم از سمت که گروه کاربوکسل در طرف نزدیک است، یک دو سه. بعدا نمبر کاربونی که گروپ امین درش وصل است اینجا نوشته میکنیم دو، چون در کاربون دوم گروپ امین است، دو امینو، دو امینو. تعداد کاربون ما چند تاست؟ سه تا. پرو پانویک اسید. به این طریقه ما میتونیم که به شکل سیستماتیک یا بین المللی هم اینا را نامگذاری بکنیم. بر علاوه دانش آموزای عزیز باید داشته باشین که ما بر علاوه از اینکه از شماره یعنی از اعداد یک دو سه انگلیسی استفاده میکنیم به خاطر شماره گذاری کاربون ها، ما میتونیم از علامه دیگری یعنی از حروف لاتین الفا بیتا گاما هم استفاده بکنیم. طوری است که کاربونی که به کاربون کاربوکسل نزدیک است نام از کاربون یا علامه از کاربون الفا میمانیم، کاربونی که به کاربون الفا نزدیک است نام از بیتا میمانیم و کاربونی که به کاربون بیتا نزدیک است با علامه الفا را نشان میتیم. نظر به او ما میتونیم که او را نامگذاری بکنیم کیرم ما روی تخته کار میکنیم که چه قسم صورت میگیره. خب هرگاه ما داشته باشیم CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 و رابطه COOH، در این قسمت ما اول اینا را با حروف لاتین علامه گذاری میکنیم. قسمی که کاربونی که با کاربون کاربوکسیل نزدیک است الفاست، کاربونی که به الفا نزدیک است میشه بیتا و کاربونی که به بیتا نزدیک است میشه گاما. خب این اول شما را گذاری میکنیم. بعدا در صورتی که امینی اسید ها به جای هیدروژن ها اینا نصب شوند، مثلا اینجا یک تا هیدروژن داشته باشین در اینجا یک گروپ امین نصب باشد، این به نام الفا امینی اسید یاد میکنه. و یا هم اگر در قسمت خود هیدروژن باشد، در این قسمت ما هیدروژن در نظر بگیریم یعنی باشد H2، در این قسمت ما به جای یک هیدروژنش بیاییم NH2 را نصب بکنیم، در این صورت است که این نوع امینو اسید به نام بیتا امینو اسید یاد میکنه. و هرگاه ما در از این قسمت هم هیدروژنش در نظر بگیریم یعنی خود هیدروژنش باشد، از این قسمت یک هیدروژنش حذف بکنیم و به جایش NH2 نصب بکنیم، دوباره در اینجا ما گاما امینو اسید به دست میاریم. حالا اینا ما میخوایم که نامگذاری بکنیم که چه قسم نامگذاری میکنیم، چون میبینیم در کاربون گاما امینو اسید وصل است پس ما نوشته میکنیم گاما. تعداد کاربون ما چند است؟ یک دو سه چهار. چهار رو میگفتیم بیوتان، میگیم بیوتانویک، بیوتانویک اسید. پس به این طریقه ما میتونیم این خیلی راحت نامگذاری بکنیم. برای ما دانش آموزای عزیز یک مرکب دیگر هم ما اینجا نامگذاری میکنیم که چگونه صورت میگیرم. در صورت که ما داشته باشیم CH3 رابطه CH، در قسمت باشد CH3 رابطه CH2
دو رابطه سی اچ در قسمت باشد ان اچ دو و در قسمت باشد سی دبل او اچ. مایه را چه قسم نامگذاری میکنیم؟ البته ایران بطر هم به حروف و هم به عدد نامگذاری میکنیم. اولا که را شما را گذاری بکنیم، یک، دو، سه، چار، پنج. خب میبینیم در کدام کاربون موازه های ما نصب است. اولا که در کاربون چارم ما میتایل نصب است، میگیم چار میتایل، چار میتایل، دو امینو، امینو. تعداد کاربون اصلی ما چند است؟ پنج تا. پنتانویک اسید. خب دانش آموزه عزیز، ما تانستیم که این مرکب خود نامگذاری بکنیم اسید. اگر ما را به جای حروف، به جای اعداد از حروف استفاده بکنیم، عین شکل حروفی که در او معاوضه وصل است اونا را اول نوشته میکنیم به جای اعداد، دوباره عین قسم نامگذاریش میکنیم و ای از طریقه نامگذاری آیپکه امینو اسید ها. در اینجا چند مرکب هم برای ما داده که نامگذاری شده میباشه. مثلا در این قسمت شما میبینید در کربن 3 میتایل نصب است، در کربن 2 امینو نصب است، پس ما میگیم 3 میتایل 2 امینو بیوتانویک اسید. و در این قسمت هم شما مرکبی را میبینید که از حروف استفاده شده، الفا و بیتا، روی الفایش امین نصب است، پس ما میگیم الفا امینو پروپانویک اسید، چون تعداد کربنش 3 تا است. در این قسمت هم الفا امینو ایتانویک اسید، چون کربنش 2 تا هست و در کربن الفا گروپ امین نصب است. در این قسمت هم نام تجارتیش هم ذکر شده که ما به نام والین هم یاد میکنیم، یا الفا والین هم برش میگیم. خب دانش آموزان عزیز، موضوعات را که در این جلسه ما روش بس کردیم در مورد پروتین ها بود. پروتین ها جزء اساسی هم در قشر مواد غذایی و هم در بدن خود انسان ها است. برعلاوه ما با واحد های کوچکی از پروتین ها یعنی امینو اسید ها آشنا شدیم، امینو اسید ها را شناختیم و در مورد نامگذاری امینو اسید ها هم فهمیدیم که به دو طریقه نامگذاری میشد و ما تانستیم که مرکبات مختلف را نامگذاری بکنیم. ان شاء الله که شما یاد گرفته باشین و بتونین مرکبات مختلف امینو اسید ها را نامگذاری بکنین. کار خانگی جدول صفحه 217 را میبینین، اونجا فرمول های از پروتین ها یا امینو اسید ها گفته شده و امینو اسید ها را شما حفظ میکنین با فرمول، چون بعضی از امینو اسید ها در سوالات کنکور فرمول روش میایه که شما باید یاد داشته باشین. دانش آموزای عزیز، تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند حافظ و نگهدارتان.